برنامه 20 دقیقه رو با گزارشی از آماده سازی های مناسک حج ادامه میدیم. تا امروز نزدیک به 1,600,000 حاجی به سرزمین عربستان رسیدند. حجاج بیت الله الحرام در مکه مکرمه مستقر می شوند و تعداد اندکی از آنها نیز به مدینه منوره می روند. اغلب حجاج در مکه مکرمه در منطقه حرم مکه ساکن می شوند. در این منطقه هتل ها و اقامتگاه های ویژه حجاج وجود دارد که تعداد زیادی از حجاج می توانند در آن مستقر شوند. بخش دیگری از حجاج در مناطق مجاور حرم مکه مانند منطقه المعابر و عزیزیه توزیع می شوند. حجاج بیت الله الحرام بیشتر اوقاتشان را در داخل حرم مکه می گذرانند، ولی عده‌ای برای دیدن اماکن تاریخی مکه می روند. وزارت حج و عمره عربستان کاروان حجاج را در سایت هایی در مشعر منا، عرفات و مزدلفه توزیع می کند که بتوانند نحوه برگزاری مناسک حج از جمله رمی جمرات را از طریق فیلم های آموزشی نگاه کنند. بخش دیگری از حجاج برای دیدن غار حرا یا غار سور به کوه نور می روند. تعدادی نیز به کارگاه پرده کعبه می روند تا نحوه تولید پرده کعبه را مشاهده کنند. حجاج بیت الله الحرام همچنین برای دیدن مجتمع برج‌های اطراف خانه خدا می روند تا ساعت مکه را در بالای برج پنجم مکه ببینند. این برج بیش از 600 متر ارتفاع دارد. ساعت مکه یکی از بزرگترین ساعت‌ها به حساب می آید.